کارگاه مجازی کارآفرینی پیشرفته، استاد دکتر جلیل صمد آقایی. تولید شده در بنیاد کارآفرینی امریکا، اپریل 2015، لس آنجلس. اجازه بدیم با یه تعداد سوال شروع کنم. یعنی ابهام هایی که در ابهام پذیری کارآفرینان وجود داره، هنوز کسی راجع به اونها صحبتی نکرده، کاری نشده. البته باید بگم که قصد ندارم همه اونها رو پاسخ بدم، فقط میخوام طرح موضوع کنم و موضوع رو کمی باز کنم تا شما عزیزان اون رو پیگیری کنید. ضمن اینکه بعضی از اونها رو نمیشه مستقیما از کارآفرینان پرسید، چون همونطوری که قبلا گفتم اونا زیاد آگاهانه به اون فکر نمی کنن و بسیاری از پاسخهاشون گمراه کننده است، لذا از طریق هرمنوتیک و از قصد و نیت اونا رو کشف کرد. و اما سوال ها، دقیقا تعریف و مفهوم ابهام چیه؟ آیا تحمل ابهام به مفهوم تحمل عدم اطمینانه؟ یا ابهام انواع مختلفی داره؟ اینها بایستی که تحقیق بیشتر و جامع‌تر و دقیق‌تری بشه، به خصوص از طریق هرمنوتیک. دقیقا منظور از تحمل یا تالرنس چیه و چه تفاوتی با مواجه شدن داره؟ چون در خیلی از تحقیقات کامپ وید امبیگیوتی اومده و بعضی از واژه تالرنس استفاده کردن. این تحمل ابهام کارآفرینان در مراحل مختلف فرایند حل مسئله چگونه است؟ یعنی فرایند حل مسئله را اگر 8 مرحله در نظر بگیرید، میخوایم بدونیم در هر مرحله تحمل ابهام کارآفرینان چه وضعی داره؟ آیا تحمل ابهام ارتباطی با دین و مذهب داره؟ توضیح راجع به این خواهم داد. منظور از ابهام چیه؟ فرقش با عدم اطمینان یا شک و تردید چیه؟ فرق اون با عدم وضوح و یا در هم آمیختگی چیه؟ و اینکه آیا ابهام انواع مختلفی داره یا نه؟ نامشخص و نامعین به معنی indefinite که در انگلیسی به کار میرن. مثلا در شرایط عدم اطمینان، کلیه وضعیت‌های محتمل، میزان احتمال هر کدوم و نتایج اونا شناخته شده است. اما در شرایط ابهام هیچ یک از اونا شناخته شده نیست، که بهش میگن ابهام ذهنی، یا به دلیل آمیختگی اجزا و بی‌نظمی اون فی نفس مبهمه، که بهش میگن الهام حقیقی. مثلا اگر دو تا جریان آب در هم آمیخته بشن، به اون میگن ابهام حقیقی، یا ابهامایی که در این عکس میبینید، اینها از نوع ابهام حقیقیه. حالا به تصویر سمت راست توجه بکنید، ببینید مفتولات چطور از درون این لوله ها رد شدن. میتونید چند دقیقه راجع بهش فکر بکنید، بعد مطلب رو من ادامه بدم. در حالی که شما میتونید دو تا مفتول داشته باشید، مفتول شماره 1 و شماره 2. نتیجه این که این دست محققین معتقدند کارآفرینان تمایل چندانی به تحمل ابهام‌های از نوع حقیقی ندارند، بلکه به دلیل مسئله یا مشکل در نظر بگیریم، میتونیم سه نوع ابهام دیگه هم تعریف کنیم. ابهام معین و تعریف شده که معروف به well defined problems. اینها مشکلاتی هستن. نکته دیگه ای که میشه در رابطه با ابهام پذیری کارآفرینان مطرح کرد اینه که نوع برخورد و تحمل اونها چگونه است. به عبارت دیگه میخوایم بدونیم آیا اونها در رابطه با موضوعات مبهم ظرفیت بیشتری دارن یا مهارت بیشتری. چرا در بسیار کدام یک از انواع کارآفرینان در چه شرایطی چه نوع از تحمل یا برخورد رو با چه نوع ابهام‌هایی دارن؟ و اما دوستان، نکته مهم و قابل تأمل دیگه اینه که
کارآفرینان و افراد خلاق خودشون ابهام آفرینن، یعنی از موضوعات و امور واضح و روشن و حتی منطقی و به ظاهر بدیهی که همه مردم به سادگی میفهمند و از کنار اون رد میشن، اونها مباحث پیچیده و مبهمی رو خلق میکنن. یعنی از همون چیزهای معمولی، یعنی تعریف عملیاتی و روش‌های سنجش و اندازه‌گیری آسیب می‌بینند و معمولاً عموم مردم از اون بی‌خبرند. بنابراین در این سوال کار ناتمام یعنی عدم تحمل ابهام. اینم توجه داشته باشید. سوال بعدی رو ببینید. قبول این که اغلب تصمیم‌های مهم بر اساس اطلاعات ناقص اخذ می‌شن. ببینید دوستان، تحقیقی که بودنر در سال 1962 انجام داد نشون داد که تحمل ابهام با دین رابطه مستقیمی داره. یعنی افراد مذهبی ظرفیت تحمل مسائل مبهمشون بیشتره. البته ریشه اون در اینه که افراد مذهبی حتما باید تحمل مسائل مبهم و نامشهود متافیزیکی را که در دین مطرح میشه داشته باشن.